سلام دوستان، امیدوارم خوب باشید. آموزش امروزمون بافت یه موتیف مربع مادر بزرگ در سایز کوچیک یا مینی موتیف هستش که امروز می‌خوایم با بافت این موتیف یه رانر ببافیم. از اینکه همراه من هستید و ویدیوهای ما رو لایک می‌کنید متشکرم. حتما سوالاتتون رو تو کامنت بپرسید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. برای بافت این مدل موتیفمون ابتدا یه دونه گره رو درست می‌کنیم. من از دخ مرسریزه استفاده کردم. شما میتونید این مدل رو با کانوا هم ببافید. 1, 2, 3, 4, 5 و 6 تا زنجیره میزنم. ابتدا و انتهای کار رو با یه زنجیره نامرئی به هم دیگه وصلشون میکنم و یه دونه حلقه رو درست میکنم. بعد از این حلقه 1, 2, 3 تا زنجیره میزنم و داخل حلقمون کنار این سه تا زنجیره سه تا پای بلند رو میبافم که با این سه تا زنجیره میشه 4 تا پای بلند. این دومین پای بلند و سومین به این صورت. بعد از بافت سه تا پای بلند که با هم دیگه میشه 4 تا هم زنجیره فاصله میدم. 1, 2, 3, 4 تا زنجیره میبافم. دوباره داخل حلقه 4 تا پای بلند میبافم. چهار تا پای بلند دوباره 1, 2, 3, 4 تا زنجیره رو میبافم. همین بافت رو دوباره تکرار میکنم که 4 تا دسته 4 تایی باید داشته باشیم. نخ اضافه رو اونجا قطعش میکنم که مزاحم کارمون نباشه. خب 4 تا پای رو که بافتم دوباره 4 تا زنجیره میبافم. 1, 2, 3, 4 تا زنجیره و دسته آخر 4 تا پای بلند رو میبافم. چهار تا زنجیره رو میبافم. این 4 تا زنجیره رو به این 3 تا زنجیره ای که اول کار بافته بودم وصلش میکنم. 1, 2 روی زنجیره سوم با یه دونه زنجیره نامرئی به هم دیگه وصل میکنم و این میشه حلقه یا قسمت اول بافت موتیفمون. یه دونه زنجیره اضافه تر میبافم و نخ رو این قسمت قطع میکنم. میشه بافت اولیه کار. برای بافت ردیف دوم موتیفمون من از رنگ کرم استفاده میکنم. روی نخ کرم رنگم یه دونه گره رو درست میکنم. به این صورت گره رو محکم میکنم و از هر قسمتی که خواستم فرق نداره از این وسط روی این 4 تا زنجیره گره رو محکم میکنم جاشو و بافت رو شروع میکنم. 1, 2, 3 تا زنجیره میبافم. کنار زنجیره ها 3 تا پای بلند رو میبافم. که با اون 3 تا زنجیره میشه 4 تا پای بلند. 1, 2 تا زنجیره فاصله میبافم و میام قسمت بعدی روی زنجیره ها دوباره 4 تا پای بلند رو میبافم.
خب این قسمت میخواد گوشه کار منو درست کنه. اینجا که رسیدم 4 تا پای بلندی که بافتم 3 تا زنجیره رو میبافم، 1، 2، 3 تا زنجیره رو بافتم. حالا میام داخل همین قسمت دوباره 4 تا پای بلند رو میبافم. به این شکل دوباره 2 تا زنجیره فاصله میدم، میام روی گوشه بعدی و همین بافت رو تکرار میکنم، یعنی 4 تا پای بلند رو میبافم. سومی و 4 پای بلند، بینشون 3 تا زنجیره فاصله میدم و همین قسمت دوباره 4 تا پای بلند رو بافتش رو انجام میدم. سومی و 4 دو تا زنجیره میبافم و میام قسمت بعدی که اینو تا آخر ادامه میدیم تا این قسمت که کارمون بخواد تموم شه. خب من 1، 2، 3 تا گوشه رو کامل کردم. این قسمت یه دسته 4 تایی ما کم داریم. دو تا زنجیره رو که بافتم میام اینجا این قسمت دوباره 4 تا پای بلند رو میبافم که این قسمت گوشه کارم کامل بشه. این سومین پایه و 4 بینشون 3 تا زنجیره داشتیم، 3 تا زنجیره رو میبافم، وصل میکنم به این قسمت زنجیره هایی که کار رو باهاش شروع کرده بودم. با یه زنجیره نامرئی وصل میکنم، یه زنجیره میبافم که کارم محکم تر بشه و این قسمت نخ رو باید قطعش کنیم. این میشه موتیف ما برای بافت رانرمون. حالا من نحوه اتصال این موتیف به موتیف‌های دیگر رو براتون آموزش میدم که بدونید چجوری باید به هم دیگه وصل کنید و کار رو به اتمام برسونید. خب برای وصل کردن موتیف ها به هم دیگه یه دونه موتیف رو به شکل کامل میبافیم و اینو به همین شکل نگه میداریم. موتیف دوم رو قسمت اولش رو میبافم. ببینید از این قسمت از 4 تا پایه شروع کردم، 2 تا زنجیره و 4 تا پایه رو توی این قسمت گوشه بافتم. الان رسیدم به قسمت گوشه این موتیف که به صورت نصفه هستش. یه دونه زنجیره میزنم، این یه دونه زنجیره الان این گوشه باید به گوشه این موتیف وصل بشه. میام این قسمت روی قسمت گوشه بعد از یه دونه تک زنجیره با یه دونه پای کوتاه اینو به هم دیگه وصل میکنم. یه دونه زنجیره دوباره میبافم و گوشه این موتیف که به صورت نصفه هست کاملش میکنم. خب 4 تا پایه رو بافتم. این قسمت ما 2 تا زنجیره داشتیم. از این 2 تا زنجیره یه دونه زنجیره رو میبافم، میام روی این زنجیره با یه پای کوتاه به این شکل وصل میکنم. دوباره نخ رو میندازم روی قلاب و میام روی گوشه بعدی 4 تا پای بلندم رو میبافم و کاملش میکنم. ببینید از این قسمت وصل شد. حالا رسیدیم به این گوشه، یه دونه زنجیره رو میبافم، دوباره میام روی گوشه موتیف کاملم با پای کوتاه وصل میکنم، یه زنجیره میبافم و این گوشه موتیف رو با 4 تا پای بلند کامل میکنم. دو تا موتیفمون از قسمت زل و گوشه به گوشه به هم دیگه وصل شدن. بقیه بافت رو ادامه بدیم تا برسیم به قسمت اول و موتیفمون رو کامل کنیم. خب من ببینید بقیه کار رو بافتم کامل کردم و این دو تا موتیف به هم دیگه وصل شدن. حالا من برای ردیف‌های بعدی که چجوری باید به هم دیگه وصل کنید که اونم تقریبا شبیه همین هستش، هیچ فرقی نداره، فقط تعداد نقطه اتصالمون بیشتر میشه، اونا رو براتون توضیح میدم.
خب ببینید، من 7 تا موتیف رو بافتم و به هم دیگه چسبوندن، این میشه ردیف اول رانرمون که با این موتیف ها میخواد درست بشه. برای ردیف دومش ببینید، مثل قبل من یه ردیف موتیف قسمت اولش رو بافتم، ردیف دوم رو شروع کردم، رسیدم به قسمت گوشه. این قسمت گوشه قرار بود که ما 3 تا زنجیر داشته باشیم، یه زنجیر رو میبافم، میام به این قسمت اول کارم، از اینجا موتیف رو دوباره تو این ردیف وصلش میکنم. مثل ردیف قبل میشه، دوباره یه دونه زنجیر میبافم و میام روی این موتیف نصفه و 4 تا پای بلند رو بافتش رو انجام میدم. به این شکل یه دونه زنجیره میزدم، حالا میام روی این دوتا زنجیره که اینجا داشتم با یه دونه پای کوتاه وصلش میکنم. دوباره میام روی گوشه بعدی، روی موتیف نصفه 4 تا پای بلند رو میبافم. 2 این سومی و 4. اینجا 3 تا زنجیر داشتیم، یه زنجیر رو میبافم، میام روی این قسمت نقطه اتصال این دوتا موتیف و اینجا به هم دیگه دوباره با یه دونه پای کوتاه وصلش میکنم. یه زنجیر میزنم و دوباره برمیگردم رو موتیف نصفه و بافت رو بقیهش رو انجام میدم. اینجا این 4 تا پای بلند رو میبافم. دو تا زنجیره داشتیم و میام روی این گوشه و بافت رو تا آخر مثل قسمت قبل که توضیح داده بودم بافتش رو کامل میکنم و میرسم به نقطه اول بافتم و موتیف رو به این شکل ببینید و هم دیگه وصل میشه و رانرمون به این شکل ردیف به ردیف کامل میشه. خب ما موتیف اولی رو به این قسمت ردیف اول وصل کردیم، حالا من میخوام موتیف دوم رو به این ردیف وصل کنم. ببینید این قسمت رو تا این گوشه دوم من بافتم، میرسم به قسمت زنجیرها، یه دونه زنجیره رو میبافم. الان این قسمت باید به هم دیگه وصل بشه، یعنی این گوشه موتیفمون باید به این شکل قرار بگیره و از این نقطه وصل بشه، کامل بشه و بیاد به اینجا تموم بشه. پس الان من این گوشه رو به این قسمت وصلش میکنم که وصل کردنش دقیقا مثل همون قبل هستش، هیچ فرقی با هم دیگه ندارم. با یه دونه پای کوتاه وصل می‌کردیم، یه دونه زنجیره رو می‌بافتیم، می‌اومدم دوباره گوشه رو کامل می‌کردم. 4 تا پای بلند رو می‌بافم. یه زنجیره. الان نوبت این قسمت زنجیره وسط هستش، این قسمت رو به هم دیگه وصلش میکنم. پایه پای کوتاه میام روی قسمت گوشه 4 تا پای بلند رو میبافم. این 4 پای بلند، یه زنجیره رو میبافم. ببینید این قسمت، حالا رسیدم به قسمت گوشه، 3 تا گوشه رو میخوام با هم دیگه بس کنم به این گوشه آخری. قلاب رو میبرم داخل کار، میارم روی این. ببینید این 2 تا گوشه، این قسمت میگیرم، یه دونه پای کوتاه رو روش میبافم، یه دونه زنجیره. این 4 تا گوشه رو ببینید به هم دیگه وصلشون کردم. من دوباره براتون انجام میدم تا خوب متوجه بشید.
ببینید این قسمت که رسیدم 4 تا پای بلند رو بافتم، یه دونه زنجیره رو بافتم، میبرم قلاب رو داخل این قسمت گوشه متقابل این، درست این کناری ها رو کار ندارم، میرم رو گوشه ای که مقابل همدیگه هستن و پای کوتاه رو میبافم. یه دونه زنجیره میبافم، میام روی این موتیف و بافتم رو کامل میکنم گوشه رو. خب رسیدم به دو تا زنجیره، یه دونه زنجیره رو میبافم، میام رو موتیف دومم این قسمت، روی قسمت دوم و یه دونه پای کوتاه رو میبافم. ببینید تا اینجا موتیفمون به این شکل چسبیدم به هم دیگه و بافت رو کامل کردیم. از اینجا به بعد دوباره میام روی موتیفی که به صورت نصفه هست 4 تا پای بلند رو میبافم. از 3 تا زنجیره ما بینش یکی رو میبافم. دوباره این گوشه رو به این دوتا گوشه میخوام وصلشون کنم. موقع وصل کردن درست نقطه به نقطه مقابلش، یعنی الان این مقابل این دوتا هستش، این موتیف رو به این موتیف به این قسمت گوشش وصل میکنم با یه دونه پای کوتاه. یه زنجیره رو میبافم و بقیه موتیف به شکل قسمت قبل که توضیح داده بودم بافته میشه و موتیف کامل میشه. دو تا زنجیره به این صورت ما موتیفامون رو یکی یکی به هم دیگه وصل میکنیم تا این ردیف تا قسمت آخر و دوباره باز از ردیف بعد کار رو شروع میکنیم و رانرمون به این شکل باید کامل بشه. خب من موتیفا رو بافتم، به هم دیگه وصلشون کردم و میخوام برای لبه باریک کارم که این قسمت هستش براش یه حاشیه ببافم. برای بافتن حاشیه روی نخ صورتیم یه دونه گره درست میکنم. به این شکل یه دونه گره درست میکنم. این گره رو میارم روی اولی موتیفی که اینجا دارم و گوشه کار هست، از این قسمت وسط روی 3 تا زنجیره که این وسط داشتم گره رو وصلش میکنم. 3 تا زنجیره میبافم و همینجا دوباره مثل همین گلی که این قسمت داشتیم 3 تا پای بلند رو کنارش میبافم که با 3 تا زنجیره بشه 4 تا. بعد از بافت این قسمت 20 تا دونه زنجیره میزنم. 1 2 3 20 تا زنجیره رو که بافتم، میام این زنجیره آخری رو ببینید روی زنجیره 1 2 3 4 5 روی زنجیره ششمی وصلش میکنم و یه دونه حلقه رو درست میکنم. با یه پای کوتاه این دوتا رو یکی میکنم. 1 2 3 تا زنجیره میبافم. این حلقه که اینجا ایجاد شده ببینید برمیگردونم و با انگشتم نگهش میدارم. داخل حلقه کنار این 3 تا زنجیره که بافته بودم 2 تا پای بلند رو میبافم، 3 تا زنجیره میزنم و این 3 تا زنجیره رو میام روی این حلقه که با زنجیره درست کردم با یه پایه یه زنجیره نامرئی وصلشون میکنم به این شکل. و یه دونه گلبرگ
برای شکوفه‌ای که اینجا میخوام ببافم برای انتهای کار درست میکنم. دوباره 1-2-3 تا زنجیره رو میزنم، 2 تا پای بلند کنارش میبافم، دوباره 3 تا زنجیره. این 3 تا زنجیره رو میام روی این حلقه وصلش میکنم، دوباره 1-2-3 تا زنجیره میبافم و گلبرگ سومی رو کاملش میکنم. یه دونه پای، این پای دوم و 3 تا زنجیره. دوباره میام این قسمت وصل میکنم و گلبرگ آخر، 3 تا زنجیره، 2 تا پایه رو که بافتم 1-2-3 تا زنجیره میزنم و شکوفه ما به این شکل اینجا کامل میشه. ببینید به این صورت در میاد. از این قسمت به بعد دوباره من باید برگردم به نقطه اولی که کارمو شروع کرده بودم. پس این قسمت رو با زنجیره کامل میکنم. 1-2-15 تا زنجیره رو میبافم. این قسمت که کامل شد میام روی این 3 تا زنجیره اینجا و 4 تا پای بلند رو میبافم. 15 تا زنجیره رو که بافتیم نخو میندازم روی قلاب، میام همین قسمتی که کار رو با شروع کرده بودم داخل همین فضا 4 تا پای بلند رو دوباره میبافم. و این 4 پای بلند. این قسمت از کار که رسیدم 1-2-3-4 تا زنجیره میزنم، میام ما بین این پای بلند ها روی این 2 تا زنجیره که اینجا داشتم یه دونه پای کوتاه میبافم. دوباره 1-2-3-4 تا زنجیره میزنم. این قسمت دوباره میام، ببینید ما بین این موتیف ها یه فضا دارم من، ما بین این دوتا موتیفی که اینجا هست اینجا یه دونه فضای خالی دارم، روی این قسمت روی این فضای خالی دوباره بافت 4 تا پای بلند رو انجام میدم. دوباره 20 تا زنجیره میبافم، میام روی زنجیره ششمی حلقه رو درست میکنم، حلقه رو برمیگردونم. ببینید به این صورت برمیگرده، با انگشتم نگهش میدارم و داخل حلقه بافت شکوفه رو کامل میکنم و گلبرگا رو میبافم. 3 تا زنجیره و داخل حلقه بافت رو انجام میدم. دقیقا بافتمون دقیقا مثل همین قسمت هستش که این شکوفه و گلبرگاشو بافتم. این بافتو تا آخر ردیفی که این قسمت دارم و عرض کار رانرم هست انجام میدم. خب بافت حاشیه رو من دو طرفشو کامل کردم. امیدوارم که این بافت براتون مفید باشه و خیلی ممنونم که با ما همراه بودین. لطفا کانال ما رو به دوستانتون معرفی کنید، با لایک و کامنت و سابسکرایب از کانال ما حمایت کنید. تا آموزش بعدی مراقب خودتون باشید.